بحران زهرخوران اتمی، جنگ گرگ‌ها میان باند خامنه‌ای و باند رفسنجانی را دامن زده است. ارگان ولی فقیه ارتجاع اهانت شرمن را آمریکا تایید می‌کند، داخلی‌ها تکذیب می‌کوشند اهانت را سوء تفاهم ناشی از ترجمه بد توصیف کنند. تنش و دعوا میان باند خامنه‌ای و باند رفسنجانی در بحبوحه بحران زهرخوران اتمی به طور فزاینده‌ای بالا گرفته است. ارگان ولی فقیه ارتجاع در شماره امروز خود با انتشار علامت ممنوع بر تصویر نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی در مورد اظهارات وندی شرمن که فریبکاری ذات این حکومت است، زیر عنوان آیا شرمن شایستگی مذاکره با ایران را دارد؟ آمریکا تایید می کند، داخلی ها تکذیب نوشت، در حالی که مقامات آمریکایی سخن توهین‌آمیز وندی شرمن را نتوانستند انکار یا تکذیب نمایند، برخی رسانه‌های داخلی می‌کوشند آن را صرفاً یک سوء تفاهم ناشی از ترجمه بد توصیف کنند. ماجرا از جلسه وندی شرمن با کمیته روابط خارجی سنا آغاز شد که سناتورها از معاون وزیر خارجه آمریکا صرفاً درباره ایران می‌پرسند چرا باید به روحانی اعتماد کنید؟ شرمن در جواب میگوید من به کسانی که در این مذاکرات دور میز می نشینیم اعتماد نمی کنم. شرمن بلافاصله و بی هیچ وقفه‌ای اضافه می کند ما می دانیم فریب و نیرنگ بخشی از DNA آنهاست. کیهان خامنه ای اضافه می کند نکته جالبتر اظهارات آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکاست. خبرگزاری مهر که از ابتدا به شکل ناشیانه‌ای تلاش کرد اثبات کند قضیه سوء تفاهمی بیش نیست، به سراغ ایر رفته و در این مورد از وی سوال کرده است که آیا شرمن چنین سخنی گفته است یا نه. آلن ایر در اظهار نظری جالب بدون رد کردن این نقل قول توپ را به زمین ایران انداخته است. دیپلماسی تلفنی کار نفوذی ها بود. روحانی را مقابل کار انجام شده قرار دادند. خرازی و ظریف همان حرف کیهان را میزنند. ارگان خامنه ای در مطلب دیگری بار دیگر مکالمه آخوند روحانی را به خاطر مکالمه تلفنیش با اوباما زیر ضرب گرفت. او با استفاده از حرفهای خرازی، سفیر سابق رژیم در فرانسه، نوشت اکنون صادق خرازی معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی درباره مذاکره با آمریکایی‌ها همان را میگوید که حسین شریعتمداری در ابتدا مطرح کرد. دیپلماسی تلفنی را کار نفوذی‌ها دانست که روحانی را مقابل کار انجام شده قرار دادند. صادق خرازی با تاکید بر این که سربسته میگویم حتی دل ظریف هم خون است، در نوشته انتقادی خود تاکید کرده است اگر بدانید پس از آن که تلفن تماس روحانی با اوباما تحمیل شد چه اتفاقاتی افتاد، برخی دوستان اینگونه ذوق‌زده نمی‌شدند. آشکارا به مردم درست گفته بشود، نه اینکه اول گفته شود آمریکایی‌ها درخواست مذاکره تلفنی دادند و بعد تکذیب از جانب آمریکا شود. این کف ما را باز کرد که توان مدیریت یک تلفن را هم نداریم و دلال‌هایی که این وسط بودند رئیس جمهوری ما را هزینه کردند. در همین حال رسانه‌های حکومتی از غیبت رئیس جمهور رژیم در جلسه امروز تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. خبرگزاری پاسداران نوشت جلسه صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی و با حضور رئیس جمهور سابق و غیبت رئیس جمهور فعلی برگزار شد. محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و سعید جلیلی در جلسه صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند.